از دو هفته از اعتراضات کارگری هفت‌تپه می‌گذرد و در تازه ترین تحول تعدادی از وکلای دادگستری ایران در حمایت از حقوق کارگران بیانیه‌ای را صادر کردند. این وکلا در بخشی از این بیانیه آوردند که بر اساس اصل 27 قانون اساسی کارگران حق اعتراض و تحسن را دارند. ریشه این اعتراضات چیست؟ زنان در آن چه نقشی دارند و چرا حکومت با آن برخورد امنیتی می‌کند؟ در تحولی دیگر و همزمان با روز جهانی کودک، انتشار عکس‌هایی از تجاوز به چند نوجوان پسر در شهر شوشتر با کنش‌های زیادی را به خود به همراه داشته است. در این شهر چه اتفاقی افتاد؟ دلیل برخی انتقادها به انتشار عکس‌ها چه بود و چه مجازاتی برای آن باید در نظر گرفت؟ اینها پرسش‌هایی هستند که از مهمانان این برنامه خواهم پرسید. سلام به برنامه زندگی این چهارشنبه زنان، خوش آمدید. من طناز خامه هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود. در بخش اول برنامه همکارم کیانوش بوستانی در استودیو من را همراهی میکنه که از او سپاسگزارم. این برنامه علاوه بر پخش تلویزیونی در فیسبوک و توییتر اینترا اینترنشنال هم به صورت زنده پخش میشود. اعتراضات کارگری در شهر شوش امروز چهارشنبه به روز 17 خود رسیده است. دلیل این اعتراضها در قدیمی ترین کارخانه تولید شکر ایران چیست و در نقطه مقابل چرا با اعتراضات کارگری برخوردهای امنیتی صورت می‌گیرد؟ قبل از اینکه بحث رو با مهمانان این بخش شروع کنیم، تصاویر کوتاه ببینیم از حضور زنان در این اعتراضها. مطلب دیگه هم هست، فرماندار و مسئولین جمع شدن میگن ما داریم مشکل شما رو حل میکنیم. آقا چند تا کارگر میونه شما نشسته وقتی دارید مشکل رو حل میکنید؟ آیا گرسنه، آیا آدم سیر از آدم گرسنه خبر داره؟ برادران عزیز، ما پارسال نزدیکی های همین موقع بود آذر ماه که اعتصاب کردیم، اومدیم تو شرکت و تونستیم 3 ماه حقوق عقب افتادمونو تحویل بگیریم. الان 1 سال گذشته، اون وعده وعیدایی که به ما دادن از فرمانداری گرفته تا استادداری، تمام وعده و وعیدهایی که به ما دادن همشون باد هوا. از تمام اتحادیه های کارگری کشور و تمام کارگرانی که این روزها مثل ما سفرهشون خالی از نونه و شرمنده زن و بچهشون هستن، میخوایم که به این اعتصاب بپیوندن. رابطه همراه میشیم با شاهد علوی، روزنامه‌نگار از واشنگتن، هوشمند رحیمی، وکیل دادگستری از استکهلم و اعظم بهرامی، فعال مدنی و محیط زیست از شهر تورین ایتالیا. خیلی خوش آمدید. اما قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، کیانوش اگه میشه جزئیات از آخرین ها برای ما بگو. تن از برای 17 روز تظاهرات ادامه پیدا کرد. امروز بیشتر خبرها هولوش خبرهای ضد و نقیض هولوش آزادی و عدم آزادی کارگران بازداشت شده بود که در نهایت مشخص شد که دادستان شهرستان شوشتر شوش با آزادی اونها مخالفت کرده. تا یک چیز خبر جالبی هم دیروز به دست ما رسید که در نوع خودش شاید کم نظیر بی نظیر بود. برای وثیقه‌ای که از کارگرها حالا خواسته بودن و هنوز هم البته آزادشون نکردن، فیش‌های حقوقی اونها رو خواستن. فیش‌های حقوقی که عملاً فقط فیش حقوقیه و می‌دونیم اصل مطلب بر سر عدم پرداخت در واقع دستمزدهای اوناست. البته خواسته های دیگه ای هم دارن. به چه معناست؟ یعنی فیش‌های حقوقی خودشون باید تحویل بدن که بتونن آزاد بشن. البته میدونیم اصل مطلب این هست، اما چیزهای دیگه ای هم هست، خواسته های دیگه ای هم دارن. مثلا مثل که کمتر در خبرها میاد، مثل شورای اداره کردن کارخانه و بازگشت اون به بخش عمومی، یعنی به بخش دولتی و از دست بخش خصوصی که عملا اون رو زمین گذاشته در آوردن. و تظاهرات امروز هم ادامه داشته، اما بعد برخی از گزارشان نشون میداد که حضور نیروهای امنیتی سنگین تر شده، اما درگیری آنچنانی همچنان اتفاق
نیفتاده. یه گزارش میدیدم که یکی از زنان میگفت اگر که نمایندگانمون آزاد نشن ما خیابونها رو میبندیم. خیلی ممنون آقای علوی. به هر حال همونطور که کیانوش هم اشاره کرد ما میبینیم این اعتراضات کارگری به 17مین روز خودش رسیده که کم سابقه است حداقل در سالهای گذشته که ما شاهد چنین اعتراضهایی باشیم. از نظر شما دلایلش چیست؟ قاعدتا همونطور که فکر کنم آقای بوستانی اشاره کرد بخشش برمیگرده به همون مسئله عدم پرداخت حقوق برای بیش از چند ماه. الان کارگران اونجا بعضن 6 ماه حقوق نگرفتند. قاعدتا وقتی کارگر کار میکنه اما دستمزدی نمیگیره و نمیتونه شکم خودش و حالا همسر بچه‌هاشو سیر بکنه دیگه راهی بعد جز اعتراض براش باقی نمیمونه. این اعتراض حالت سابقه دار هست اما شرایط اقتصادی علانه ایران هم وضعیتو بدتر کرد. در این وضعیت قاعدتا کارگری که هیچ چشم‌اندازی از بهبود وضعیت نداره میدونه شرکت رو به بخش خصوصی با وضع نامطوعی فروختن و عملاً ورشکسته هست و ادامه این وضعیت تنها میتونه منجر بشه به احتمالاً از گرسنگی مردن. ناچار هست به اعتراض بکنیم. این اعتراضات باید در این چارچوب جدا از این که در واقع این فشار اقتصادی باعث میشه کارگر به اینم فکر بکنه که راه حل نهایی چیه. اون نکته‌ای که آقای بوسن اشاره کردن بحث شورای اداره کردن کار در واقع کارخونه‌ها و سپردن مدیریتش نه لزوما مالکیتش به کارگران به عنوان کسانی که صلاحیت دارن و دلسوز اون مجلس که داشت کار میکنن. متشکرم خانم بهرامی. در چند روز گذشته در بعضی از شعارهایی که ما میدیدیم یا پلاکارتهایی که در دست داشتن خیلی ها اشاره کرده بودن به مسائل دیگر محیط زیستی در استان خوزستان. میتونید برای ما بیشتر توضیح بدید آیا دلایل محیط زیستی هم وجود داشته؟ من فکر میکنم که وقتی در مورد یه جنبشی صحبت میکنیم که شکل گرفته در یه منطقه قطعا نمیتونیم مستقل از اون اقلیم و جغرافیا بهش نگاه بکنیم. کمان که ریشه اصلی این اعتراضات حتی قبل از اعتراضات دی ماه 96 کاملا موضوعات مربوط به آب و مربوط به مشکل ریزگردها و اینا منجر شد که مردم به خیابان بیان و اعتراضات اصلی در این منطقه زاگرس خوزستان خصوصا شکل بگیره. به خاطر همین ما نمیتونیم اینو مستقل از ریشه مشکلات اقلیمی این منطقه بدونیم. علاوه بر این بسیاری از کارگرانی که در مجموعه پتروشیمی همونجوری که امروز حتی کارگران پتروشیمی آبادان شعار میدادن که در مورد غارت زمین ها و غارت آب و منابع طبیعی این استان، من فهم کنم که مجموعه زیادی از این کارگرانی که امروز بیکار شدن و یا اینکه خدمات در واقع ایمنی و امنیتی مشخصی ندارن، آموزش ندیدن و هیچ در واقع سکیوریتی امنیتی برای کارشون و شغلی که دارن ندارن و اکثرشون احساس میکنن که سرزمینش رو از دست دادن، بی‌هویت شدن و قاعدتا مسائل اقتصادی خیلی جدی دارن، افرادی بودن که به هر حال یا ساکن مناطق روستایی بودن، کشاورزی داشتن، زمین‌هایی داشتن و به هر حال یه اقتصادی داشتن که مستقل از یه حقوق در واقع ماه به ماهی بوده و خارج از قراردادهایی که معمولا بسته نمیشه به شکل رسمی. به خاطر همین من فکر می‌کنم که قطعا ریشه محیط زیستی داره و قطعا بیش از اون ریشه در مفهوم عدالت اجتماعی داره که از طرف این سیستم عملا اعمال نمیشه، هم در مفهوم این که به هر حال ما انحصار سرمایه خیلی زیادی داریم در منطقه ای که در واقع رده دومو داره در تولید خالص ملی در ایران، 1.4 برابر استانهای دیگه به طور معمول نرخ بیکاری استان خوزستانه. به خاطر همین ما مشخصا در مورد یه قشری صحبت میکنیم که مسئله جدی دارن با مسائل اقتصادی، با مسائل اقلیمی و انباشتی از مشکلاتی که مرتب ندیده گرفته شده و قاعدتا در طرف دیگه ماجرا شرکت هایی رو داریم که وابسته به شرکت های پتروشیمی، نفت و در این مورد مثلا شرکت های خصوصی اداره کننده کارخانجاتی مثل فولاد و نیشکر که در انحصار سرمایه در اختیار اونهاست و میتونن برای زندگی تعداد زیادی از کارگرانی که بومی اون منطقه هستن، صاحب زمین های اون منطقه بودن، تصمیم بگیرن. متشکرم از شما آقای رحیمی. شما وکیل دادگستری هستید و الان نامتون در بیانیه‌ای دیده میشه که برای حمایت از کارگران منتشر شده. بنابر اصل 27 قانون اساسی، خب کارگران حق این رو دارن که مسالمت‌آمیز به خیابون بیان، اعتراض کنن و حق خودشون رو بخوام بگیرن. اما چرا الان میبینیم که حکومت با اونها برخورد میکنه؟ اساساً یک نگاه امنیتی داره؟ ببینید، این بیانیه به ابتکار دوست و همکار عزیزم جناب وکیل حسین احمدی نیاز نوشته شده و ما امضا کردیم. اصل 27 قانون اساسی در واقع این اجازه رو به
آحاد ملت میده که در صورتی که به خیابان آمدنشون مسلحانه و مخل به مبانی اسلام نباشه بتونن به خیابان‌ها بیان. مشکل از اونجایی هستش که یک قانونی رو به اسم قانون احزاب تصویب کردند که در این قانون احزاب میگه اگر احزاب خواستار برگزاری راهپیمایی یا تجمعی هستن باید مجوز بگیرن. در هر صورت حاکمیت این ترس رو داره که مجدداً این اعتراضات به مانند اعتراضات سپرده‌گذاران که سال گذشته منجر به اون اعتراضات سراسری شد مجدداً یک سونامی رو راه بندازه در ایران و حاکمیت از این موضوع میترسه. در واقع برخوردهای خلاف قانونی که با مطالبات حقوقی و صنفی و بر حق کارگران هفت تپه داره صورت میگیره و خروج قوه قضایی از بی‌طرفی و تبدیل شدنش به آلت دستی و عاملی برای اینکه مقاصد و اهداف حاکمیت رو پیش ببره، اینها همه و همه دست به دست هم میده تا به کارگران مظلوم هفت تپه و کارگران ایرانی در هر کجا که هستند فشار وارد بکنن اینها. متشکرم از شما کیانوش. حالا من یک نکته میگم بعد در قالب یک سوال از آقای رحیمی مطرح میکنم. ببین تمام فرمایشات ایشون درست، اما اگر برگردیم به پیشینه تاریخی این قضیه نگاه کنیم، بعد از انقلاب ما یک تجربه کوتاهی داشتیم برای خودگردانی کارگری در بعضی از کارخانه ها. اتفاقی که افتاد این بند از قانون اساسی تصویب شد به عنوان قانون، اما اتفاقی که افتاد اینطور بود که جمهوری اسلامی به تدریج نهادهای کارگری خودساخته ایجاد کرد که به در واقع در اون سمت حاکمیت بودند و از این طریق تونست این استدلال درست بکنه که هرچی خارج از این نهادهای کارگری هست مثل شورای اسلامی کار مثل خانه کارگر، اون وقت دیگه اینها مسئله صنفی و کارگری نیست، یک مسئله سیاسی و امنیتی هست. دیدیم که اخیراً هم با سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه هم این کار داره انجام میشه، یعنی یک سندیکایی که مورد حمایت هم صاحبان سرمایه کارفرمایان هست هم مورد حمایت دولت هست تأسیس میشه تا به طریق اون بتونن سندیکای در واقع مستقل کارگری رو کنار بذارن یا مسئله شو امنیتی بکنن. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه از آقای رحیمی که آیا همون قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلا ظرفیتی داره اختیار اون کارگران در اون نهادهای سندیکاهای مستقل کارگری قرار میده که بتونن در مقابل این بیستن بدون اینکه دوچار مثلا اتهامات امنیتی و غیره بشن؟ ببینید به طور واضح و روشن اگر من بخوام صحبت بکنم، قانون اساسی ما هر گونه تجمعی رو آزاد کرده و دو قید برای این گذاشته، یکی این که مسلحانه نباشه و دوم این که مخل به مبانی اسلام نباشه. در مورد سندیکاها، سندیکا مسلماً حزب به شمار نمیاد، یعنی با تصویب قانون احزاب، احزاب موظف شدن که برای برگزاری تجمعات برند و مجوز بگیرند، نه افراد، نه سندیکاها و نه اصناف متفاوت. بله، حکومت جمهوری اسلامی مبادرت کرده به این که وارد همه چیز بشه و در واقع اون جمله معروف دیانت ما این سیاست ما هست، اینها در همه چیز وارد شدن و به همه چیز نگاه سیاسی و امنیتی دارن. اما موضوع اینه که اگر ما به موضوع بخوایم نگاه قانونی بکنیم، طبق اصول قانون اساسی ما و طبق قوانین موجود ما، این گونه تجمعات هیچ گونه نیازی به مجوز ندارد و هیچ گونه اخلالی هم در نظم کشور به قول معروف ایجاد نمی کنه. بلکه موضوع اصلی این هستش که حکومت در واقع از کارگران می ترسه و کارگرانی که از قدیم گفتن شکم گشنه دین و ایمون نداره، کارگرانی که گشنه موندن، کارگرانی که در این وضعیت اسفناک گرانی که الان در ایران هستش بدون حقوق بدون کار موندن، خب این رو یک نفر باید پاسخگو باشه. متشکرم. آقای علوی برمیگردیم به شما و صحبتایی که کردید در مورد خصوصی سازی. گفتید کارگران هفت تپه الان یک سال دو سال نیست که اعتراض میکنن، شاید بیش از یک دهه است که اعتراض دارن، موقتا برای دوره اونها رو ساکت کردن، ولی خب این مشکل ادامه دار بوده و هست. ولی زمانی که خصوصی سازی شد و قرار شد به شرکت خصوصی واگذارش بکنن، اون موقع خیلی ابراز نگرانی کردن و از طرف دیگه به خاطر اینکه دو مدیر عامل کم سن و سال و بی تجربه رو انتخاب کرده بودن، چرا اصلا در ابتدا همچین اتفاقی افتاد؟
ببینید، به خاطر اینکه عملاً حتی اون خصوصی سازی در چارچوب سیاست‌های لیبرالیستی که ظاهراً جمهوری اسلامی تعقیب می‌کنه بعد از اوی رفسنجانی، همون رو هم درست انجام نمیدن. به این ترتیب به تعبیر منتقدین، این در واقع نوع خصوصی سازی، یعنی شرکت‌های عمومی که در واقع نه مال دولت، مربوط به سرمایه عمومی مردمی هست و مال اون مردم هست، در فرآیندی غیر شفاف، ظاهراً قانونی اما غیر شفاف، با واسطه‌گری در اختیار کسانی قرار می‌گیره که به شکلی وصل هستن یا به روحانی بلند مرتبه در قم یا جاهایی در سپاه پاسداران یا بعضی از نهادها، و به طریقی از اون در واقع از طریق اون وابستگی و ارتباط خانوادگی یا خونی یا اقتصادی مسئولیت میگیرن، صاحب یک مجموعه میشن. عملا هم پولی پرداخت نمیشه، برای همین هفت‌تپه یک قسط از مبلغش پرداخت شده، بقیه پول پرداخت نشده، این وام خیلی کلان گرفتن برای اداره اون مجموعه و عملا همش تباه شده این پول. به این ترتیب اون چیزی که اتفاق افتاده در واقع خصوصی سازی هم نبوده، واگذاری شرکت های بزرگ بخش عمومی بوده به کسانی که عملا با یک رانتی به این دست پیدا کردن و اون رو استفاده کردن برای منافعش کاملا شخصی خودشون. یعنی حتی اون فرد خودش رو موظف ندیده که حالا این ثروتی که به دستش رسیده توسعهش بده، با اون نگاه سرمایه‌دارانه که از سرمایه‌ای که داره بیشتر سود تولید بکنه، سودی که قاعدتا بخش خیلی کمیش به کارگر میرسه، حداقل نیازهای روزانه‌اش تامین میشه. اون نگاه، نتیجه اون شیوه رفتار قاعدتا این خواهد بود که دو نفر جوونی که زیر 30 سال سن داشتن و الان هم فراری ان، مبلغ بسیار زیادی پول به جیب بزنن به تعبیر خیلی عامیانش، و به کارخونه ای رو که نزدیک به 7000 نفر کارگر داره، سابقه از سال در واقع 42 فعال از این نشهر هفت‌تپه، به زمین سیاه بنشونن و عملا باعث این مشکلات بزرگ برای خانواده ها بشن. چندین کارگر خودسوزی کردن، الان ده در زندان هستن و اون رنجی که سالهاست به این کارگران تحمیل میشه به خاطر سوی مدیریت، عدم پرداخت حقوق و البته سرکوب امنیتی، در واقع این مجموعه رفتار، این نگاهی که حاکم هست در جمهوری اسلامی نتیجه‌ای نخواهد داشت. فقط هفت‌تپه نیست، جاهای دیگه هم بوده، در شمال ایران، در تهران، در اصفهان، در شیراز، هر جا که کارخونه‌ای بوده در فرآیند خصوصی سازی واگذار شده، عملاً میشه گفت بیشتر از 90% اینا طبق آمار به خاک سیاه به تعبیر آمینش نشستن و اون شخص خریدار، اون واسطه، اون نهاد یا ارگان خریدار این رو بعداً تبدیل کرده، زمینشو فروخته برای بخش بساز و بفروش یا استفاده دیگر. به این ترتیب اون چه که باعث مشکل شده، فارغ از این که در یک نگاه کلیتر خصوصی سازی در اون ساختار جواب نمیده، متضمن تضییق کارگران هست، اساساً فراتر از اون هست، اون نگاهی است که به کارگران و طبقه فقیر در جامعه وجود داره از طرف سیستم جمهوری اسلامی ایران. متشکرم از شما خانم بهرامی. همونطور که میدونیم خب کارگران در شرایط بسیار سختی زندگی میکنن. یک جا میخوندم که کارگری بچه خودش رو به این اعتراضات آورده بود به خاطر اینکه کودکش که به مدرسه حتی جون نداشته که بره مدرسه و اومده بود اونجا که شاید به پدرش زودتر حقوق بدن. و زنان زیادی رو هم دیدیم که پا به پای مردان به این اعتراضات اومدن. از نظر شما حضور زنان چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ من فکر می‌کنم که یه ریشه خیلی مهم به این ماجرا اینه که در واقع در مورد اولیه ترین شرایط زندگی الان داریم اونجا صحبت میکنیم، در مورد وضعیتی که برای آب اون منطقه وجود داره، وضعیت شرایط کاری که وجود داره، هم که در واقع اقتصاد یک خانواده مبتنی بر اون هست و به خاطر همین عملا تمام اعضای خانواده درگیر میشن. نه تنها تمام اعضای خانواده، بلکه فارغ از قومیت، چون ما دیدیم که بسیاری از افراد که کنار همونجا در تظاهرات شرکت کرده بودن عرب خوزستانی بودن و حتی فارغ از مسئله جنسیت و فارغ از مسئله مذهب، برای اینکه نماینده امام جمعه های بعضی از این شهرها هم حمایت کرده بودن در واقع از اینکه به هر حال حقوق کارگرها باید پرداخت بشه و کارگرها قشر زحمتکش هستن و احادیثی از در این مورد رو ذکر کرده بودن. به خاطر همین فکر می‌کنم که ما وقتی در مورد یه مسئله صحبت می‌کنیم که زندگی آدم‌ها رو به شکل مستقیم تحت تاثیر قرار داده، مثل مسئله همون کارون که یک دفعه دیگه هم کنار هم جمع کرد خوزستانی ها رو، الان هم مسئله نیشگر این مسئله ریشه تاریخی داره در اون منطقه، هویت اون منطقه هست، کارگرهای اون منطقه هویت اون منطقه هستن و به خاطر هم طبیعیه که همه احساس مسئولیت میکنن و کما اینکه به نوع مستقیم غیر مستقیم همه افرادی که وابسته هست اقتصادشون میچرخه به خاطر صنعت نیشگر در اون منطقه درگیر هستن و خب ترجیحشون اینه که به هر حال فعال باشن، حمایت بکنن. و ما دیدیم که
که حتی کارگرای زن خیلی جلوتر از بقیه بودن، برای اینکه اینها حلقه‌های حمایتی دفاعی درست می‌کنن. حتی با خبرنگار زنی خانم لقمان حتی بازداشت شدن و اونجا بودن که به هر حال پوشش رسانه‌ای بدن این ماجرا. خیلی از کانال‌های تلگرامی که داره الان اخبار هفت تپه رو منتشر می‌کنه، من اطلاع دارم که توسط زن‌ها اداره میشه، توسط خانم‌ها اداره میشه، و به همین دلیل به نظر من یه جنبشیه که میتونیم بگیم که همه رو کنار هم گرد آورده با این در واقع پایه و ریشه. متشکرم کیانوشن. ببینید، وقتی صحبت از مسئله حضور زنان میکنیم در این اعتراضات، این شاید یک مسئله عینی و مادی باشه. زنانی هم که در هفت تپه کار میکنن به صورت عینی در واقع تحت فشار هستن به خاطر حقوق در دستمزدهای پرداخت نشده. تفاوت داره با زنان طبقه متوسط و زنان طبقات بالاتر که اینها در واقع در یک ایدئولوژی و گفتار دیگه ای در واقع اعتراضات خودشون سازماندهی میکنن و شکل میدن. در واقع این یک تفاوت عینی هست بین طبقات اجتماعی. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه، من میخوام خانم بپرسم این که خب فعالین دیگه حوزه زنان الان کجا هستن؟ چرا به این اعتراضات نمیپیوندن؟ چرا فعالانه به این اعتراضات نمیپیوندن؟ و ما حمایت آنچنانی در روزهای اخیر اونطور که شاید باید از اینها ندیدیم. اینها کجا هستن الان؟ ببینید، من فکر میکنم که دولت در این 15 سال اخیر مشخصا خیلی روی این موضوع کار کرد که به هر حال جنبش‌های اجتماعی رو یه مقداری از اکت و عمل تهی بکنه. ما این موضوع رو نه فقط در مورد حمایت از جنبش کارگری، در حمایت حتی از دختران خیابان انقلاب هم داشتیم، در موضوع جنبش اعتراضی دیما هم داشتیم، و در مسائلی که برای موضوع تجاوزهای جنسی که به وجود اومد توی این یک سال اخیر در ایران در گروه‌های مختلف هم داشتیم. در تمام این موارد اکثرا دو گروه اصلی، یکی فعالینه که من دیگه نمیگم جنبش زنان، برای اینکه عملا به نظر من بدنه دیگه اون جنبش در ایران نداره، فعالینی که در حوزه زنان کار میکردن و خصوصا در گروه دوم سلبریتی ها میتونم بگم که در دو تا نقطه خالی هستن در این فضای اجتماعی ایران. شما دیدید که معلم ها، گروه های دانشجویی، گروه های کارگری شهرهای دیگه از عراق گرفته تا خود منطقه خوزستان کنار اونها وایسادن، کشاورزان کنار اونها وایسادن، فعالین محیط زیست جز اولین گروه هایی بودن در زاگرس که حمایت خودشون رو از کارگران اعلام کردن. کما اینکه ممکنه حتی این شبه پیش بیاد که بین صنعت و حوزه محیط زیست اختلاف در واقع هدف آرمان وجود داره، اما به هر حال تمام این گروه ها پشت حوزه کارگری وایسادن و ما دو نقطه خالی بزرگ داشتیم، سلبریتی ها و فعالین حوزه زنان. من فکر میکنم که دولت خیلی جدی روی این دو حوزه کار کرده، برای اینکه اکثرا یه فاصله افتاده بین مرکز خصوصا تهران و شهرستان ها، برای اینکه 15 سال قبل حدودا میتونیم بگیم که به شکلی گزارش مانند اطلاعات تبادل نظر وجود داشت، ولی الان دیگه این تبادل نظر تراسانی وجود نداره. ممنون از شما آقای رحیمی. برگردیم به جنبه های حقوقی و شما به عنوان یک وکیلی که این بیانیه رو امضا کردید، الان چه حمایت هایی میتونید بکنید از کسانی که دستگیر شدن و در بازداشت هستن؟ خانواده های اونا چه راهی دارن برای کمک به دستگیر شدگان؟ پرسش شما دو جنبه داره. ببینید، یکی این که ما چه میتوانیم بکنیم، یکی این که خانواده ها چه میتوانن بکنن. این که ما چه میتوانیم بکنیم، بنده و همکارانم در داخل کشور عرض میکنم به حضورتون که من و جناب آقای احمدی نیاز و دوستان دیگه‌ای که در خارج از کشور هستیم، ما میتونیم از طریق مراجع قضایی بین المللی پیگیر این موضوع باشیم. عرض میکنم که همکاران ما در داخل کشور در کنار مردم هستن. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی با وکلا میانه خوبی نداره همین هست که وکلا در کنار مردم ایران و در کنار مردم مظلوم همواره ایستادن و جلوی اعمال ظلم رو بر روی مردم گرفتن. ببینید، خانواده های این عزیزان باید همچنان در میدان باشن، میدان رو خالی نکنن، نترسن. قوه قضاییه برخلاف اصل 34 قانون اساسی از بیطرفی خارج شده و اقدام کرده به، عرض میکنم به حضورتون که، پرونده سازی برای این کارگران و خانواده های اونها. در واقع این عمل قوه قضاییه برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، چرا که در قانون اساسی یکی از حقوق اساسی ملت مراجعه به مرجع قضایی بیطرف هست. اما میبینیم که قوه قضاییه متاسفانه از این بیطرفی خارج شده. پس بنابراین هستند همکاران ما در داخل کشور که میتوانند خدمات حقوقی رو با عرض میکنم به حضورتون که
آقای رحیمی، بسیاری از کسانی که در ایران هستن ممکنه دسترسی به اینترنت نداشته باشن یا الان انقدر درگیری داشته باشن که پای این برنامه نشسته باشن، چطور میشه با شما تماس برقرار بکنن؟ ببینید، وکلایی که داخل کشور هستن، همکاران ما، بر روی سایت های کانون وکلا میتوانند شماره های تماس رو پیدا بکنند. از طریق من یا از طریق جناب احمدی نیاز اگر بخوان این موضوع رو پیگیری بکنند، خب تلویزیون شما میتونه اطلاعات تماس ما رو در اختیارشون بگذاره، با یک سرچ کوچیک میتونن ما رو پیدا بکنند و ما حاضر هستیم که اینجا با تمام توان و تبرعاً و رایگان خدمات حقوقی رو به اینها ارائه بدیم. متشکرم از شما آقای علوی. برمیگردیم به شما. 17 روز از این اعتراضات گذشته، اما شاید خیلی ها منتظر این بودن که بیشتر از این فراگیر بشه، به این معنا که جنبش های دیگه هم بیان بپیوندن به جنبش کارگری، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده یا حداقل ما شاهدش نیستیم. آیا باید در روزهای آینده منتظر باشیم که جنبش های دیگر میپیوندن یا اینکه نه؟ ببینید، در واقع این برآورد درستی بود، یا حداقل این خوشبینی وجود داشت که ادامه اعتراضات در هفت تپه و البته کارخانه فولاد در اهواز گسترده بشه، به خاطر اینکه مشکلات کارگری مختص به اونجا نیست و کارگران در همه کارگاه‌های کشور، در همه نقاط کشور مشکل دارن. از اون طرف می‌دونیم که معلم‌ها هم اعتصاب کردن، مشکل دارن، دانشجویان مشکل دارن، زنان مشکل دارن، ورته محیط زیستی‌ها، یعنی همه قشرها، گروه‌های مختلف اجتماعی، گروه مختلف سیاسی و البته طبقاتی حتی به تعبیر درستش مشکل داره. اما به نظر میرسه هم برنامه‌ریزی امنیتی سیستم جمهوری اسلامی ایران و تهدید فعالین، احضار بسیار از فعالین، برای نمونه بعد از این تحسن دو روز معلمان نزدیک به 100 نفر معلم احضار شدن، تعداد هنوز زندانی هستن، بسیاری تهدید شدن، باشون تماس گرفته شده، به ادارات فرا خونده شدن، ازشون تعهد گرفته شده، به این معنا عملا سیستم انگار آماده بوده برای این وضعیت و تونسته با هدف گرفتن چهرهای فعال شانس در واقع گسترش به سریع این اعتراضات رو بگیره. اما به این معنا نیست این کنترل و مدیریت امنیتی ادامه خواهد داشت و لزوماً تا زمانی که سیستم اراده میکنه موفق خواهد بود. اون تجربه دی ماه سال 98 نشون داد که در نهایت یک جایی این خشم و عصیان عمومی از این فضای اقتصادی، سرکوب های سیاسی و در واقع به طور کلی وضعیت اجتماعی نابسامان قابل کنترل نخواهد بود. توان سرکوب سیستم هم محل تردید هست، یعنی اینها منابع لازم رو برای در واقع سیر کردن مامورین سرکوبشون ندارن. اون بخشی از جامعه، بخش کوچیک که اونها همراه هست، اونها هم متاثر از انفشار اقتصادی، بیش از این نمیتونن کنار سیستم بمونن. اما اون در واقع مدیریت امنیتی باعث شده که اون انتظاری رو که میرفت زودتر نتیجه ده. هرچند همین الان هم همون حمایتایی که دوست دیگه اشاره کردن در گفتگوی الان، حمایت فعالین محیط زیستی، دانشجویان البته و معلم‌ها و کارگران دیگر حضور پیدا کردن در هفت تپه، بیانیه صادر کردن، در واقع موضع گرفتن، به این معنا هست که انگار اون چیزی که ما انتظار داریم به درستی اتفاق بیفته در حال وقوع هست. یک نوع همبستگی بین جنبش‌های اجتماعی، همبستگی تا وقتی به وجود نیاد نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم در واقع به اون نتیجه‌ای که فعالین این جنبش‌ها، مردم می‌خوان برسه. حکومت می‌تونه جزیره ای کارگرا رو، معلم ها رو، زنان رو، دانشجویان رو، محیط زیستی ها رو سرکوب بکنه، اما وقتی این جنبش ها به درستی با هم پیوند برقرار بکنن سرکوبشون دشوار خواهد شد. مسئله کارگر فقط مسئله کارگر نیست، مسئله فضایی که اون داره زندگی میکنه، کودک اون کارگر، همسر اون کارگر، اون مرد یا اون زن، شاید زندگی اجتماعیش نقش در جامعه ایفا میکنه، برای معلم به همین ترتیب، محیط زیست برای همه هست، زنان به همین ترتیب، دانشجویان، یعنی مشکلات اینها مشکلات همه اقشار و طبقات اجتماعی هست. اون چیزی که باید در موردش به نظر من نگران بود اون نکته‌ای هست که اشاره کردن دوست دیگرمون، مسئله سلیبریتی‌ها هست به نوعی که مؤثرن در افکار عمومی، و البته طبقه متوسط که متوجه به نظر میرسه متوجه نیست که مشکل کارگران مشکل بزرگی هست که در واقع همه ما در همه اونایی که در این هستن و همه ما در موردش مسئول هستیم. نمیشه در قبال سیاست سرکوب و فقر گسترده یک طبقه از جامعه سکوت کرد و انتظار داشت که در واقع مشکل حل بشه. اون نگاهی که بخشی از لیبرال ها یا به گفته خودشون لیبرال های ایرانی دارن، محافظگان ایرانی، اون نگاهی که اینا به هر حال استقاقشون همینه، اون نگاه مشکل ساز خواهد بود. امیدوارم که در واقع
به هم پیوستگی اعتراضات به جایی برسه که طبقه متوسط به خواب رفته هم بیدار بشه. متشکر از شما کنیش. آقای علوی اشاره کرد به جزیره‌ای بودن این فعالین و جنبش‌های اجتماعی درون ایران، فعالیت‌ها و جنبش‌های مختلفی که وجود داره. من سوال به طور مشخص می‌برم به سمت فعالین حقوق اقلیت‌های قومی، اونایی که مسئله اتنیکی رو برجسته می‌کنن در ایران. ببینید در استان خوزستان ما این مشکل رو داریم، مسئله رو در واقع اگه بتونم بشه مسئله قومی رو داشتیم همیشه، در استان‌های کردنشین همجوار مسئله رو همیشه داشتیم. به نظر شما آیا نقطه عینی و انضمامی به وجود خواهد آمد که این در واقع این دو خواست، این خواست کارگری، آقای علوی یک به من جواب بدن، این دو خواست کارگری و خواست‌های قومی به جای اینکه مثل دو تا خط موازی حرکت بکنن، جایی هم دیگه هم پوشانی پیدا بکنن در وضعیت فعلی، آیا چشم اندازی در این مورد ما داریم؟ این برمیگرده به اینکه چقدر فعالین روشنفکران و در واقع فعالین جنبش دانشجویی به طور مشخص که نقش پیشروی دارن و البته فعالین جنبش کارگری اون همدلی که نیاز هست بهش دامن بزنن، در واقع گسترش بدن. یک نگاهی هست که انگار فعالین حقوق اتنیکی، فعالین عرب، فعالین کرد یا بلوچ اینها دغدغه مردم رو ندارن، دنبال جدایی از ایرانن که البته ممکنه بعضیشون باشن، این قابل انکار نیست و مسئله ما نیست. اما اگر اون نگاه اصلاح بشه که به هر حال اگر یک کردی، عربی، بلوچی، ترکی، ترکمنی جایی اعتراض میکنه به سرکوب‌های زبانی، هویتی، فقر اقتصادی، تبعیض سازمانی یافته در واقع نهادشه در ساختار سیاسی ایران، اون مسئله من غیر کردم هست، مسئله من تهرانی هم هست، مسئله من دانشجوی اصفهانی هم هست. اگر اون نگاه درست بشه، اون همدلی درست بشه، قاطعا این امید وجود داره که بین فعالین کارگری و فعالین اتنیکی و چشم‌انداز معلمان و زنان و دانشجویان، آیا چشم‌اندازی در کوتاه مدت هست؟ نه متاسفانه، به خاطر اینکه من اجازه بدید پس سوال بعدی رو از خانم بهرامی بپرسیم. خانم بهرامی، شما فکر میکنین این روبو وحشتی که حکومت ایجاد کرده در حال حاضر و با این نوع نگاه های امنیتی و سرکوب ها، آیا اینها باعث میشه که کارگران سکوت کنن و به اعتراض های خودشون ادامه ندن؟ ببینید، سرکوب همیشه روی جنبش‌های اجتماعی در ایران و معترضین وجود داشته. دشواره در مورد این پرسش پاسخ بدم، برای اینکه من توی کشور اروپایی امن نشستم و مطمئناً قضاوت کردن در مورد کسی که تو اون فشار داره توی خیابون تظاهرات میکنه، کارش در خطره، خانواده‌اش در خطره و ما میدونیم که به هر حال سیستم میتونه همه چی رو اونجا کنترل بکنه، دشواره. ولی چیزی که مطمئنیم اینه که اگر تعداد این افراد زیاد باشه، اگر همشون کنار هم باشن، کما اینکه تجربه نشون داد با تظاهرات در مقابل فرمانداری شوش تعدادی از کارگران آزاد شدن، و به نظرم میرسه که با پافشاری خانواده ها، با پافشاری و حضور مرتب و کنار هم ایستادن و حمایت مسلماً گسترده نه فقط در همین استان خوزستان بلکه در همه جای ایران، میتونه مطمئناً این جنبش رو به حرکت جدی مؤثر تبدیل بکنه. ولی قطعاً سیستم تمام اهرمای فشارش رو به کار میبره، کما اینکه هیچ کوتاهی هم نکرده تا امروز. متشکرم از شما. آقای رحیمی، شما با توجه به تجربه شخصی خودتون، شما این رو چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید جان، بله، این مسئله ای که آیا شما فکر میکنید روبو وحشتی که حکومت ایجاد میکنه کارگران رو ساکت میکنه؟ ببینید، من اول یک نکته ای رو بگم که در اصل 19 قانون اساسی ما که در مورد حقوق ملت نوشته شده، دولت و حکومت در واقع از اینکه تفاوتی بین افراد ملت از باب قومیتی، ملیتی، نژادی، زبانی یا از باب هر عقیده‌ای بخواد تفاوت قائل بشه منع شده. اما متاسفانه شاهد این هستیم که می‌بینیم که اینها چنین می‌کنند. در مورد سوال شما که با کارگران برخورد میشه، عرض کردم ببینید قوه قضاییه از حالت بی‌طرفی که باید داشته باشه خارج شده و به جای اینکه مرجعی باشه برای اینکه کسانی که بر آنها ظلم روا داشته شده، حقوقشون پرداخت نشده، مطالبات بر حق دارند، ما می‌بینیم که قوه قضاییه به جای اینکه در کنار اینها باشه، آمده و برای اینها تشکیل پرونده داده، پرونده‌های امنیتی بعضاً برای اینها تشکیل داده. من خیلی متاسفم که باید این رو اینجا عرض بکنم که دوستان ما اشاره کردن به اینکه معلم‌ها و دیگر اقشار، دانشجوها، کارگران کارخانه های دیگه، متاسفانه باید عرض بکنم خدمت شما که وکلا هم تحت فشار هستن از طرف حاکمیت و
حاکمیت در واقع جایی برای نفس کشیدن و اتحاد نمیخواد بگذاره. متشکر از شما. متاسفانه وقت این بخش از برنامه تموم شده. ممنون از مهمانان این بخش، شاهد علوی، هوشمند رحیمی، عظم بهرامی و همکارم کیانوش بوستانی که در استودیو همراه من بود. و اما انتشار تصاویری از تجاوز به چند نوجوان در شوشتر واکنش‌های بسیاری را با خود به همراه داشت. در بخش دوم برنامه در مورد آن با مهمانان جدیدی گفتگو خواهم کرد. سلام به بخش دوم برنامه چشم‌انداز زنان، خوش آمدید. در این بخش همکارم علی شیرازی من رو همراهی میکنه. در روزهای گذشته و انتشار تصاویری ناراحت کننده از صحنه تجاوز به چند نوجوان در شهر شوشتر بسیاری را در شوک فرو برد. انتشار این تصاویر که ما امکان پخش آن را در تلویزیون ایران اینترنشنال نداریم، موافقان و مخالفان خود را دارد. دلایل آنها چیست و فراتر از آن این موضوع چه تأثیراتی بر قربانیان و حتی دیگر شهروندان میتواند داشته باشد؟ برای بررسی این موضوع حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن و فهیمه میانجی روانشناس رو از مونترال و همکارم علی شیرازی رو در استودیو داریم. علی، در ابتدا با تو شروع کنیم. از آخرین های توضیح بده که از آخرین واکنش ها و صحبت هایی که در این رابطه شده. خب همونطور که تو گفتی، بعد از اینکه این اتفاقات روی صفحات مجازی بازتاب گسترده ای داشت، پلیس فتا واکنش نشون داد و گفتش که خب ما گشت فضای مجازی داریم، بلافاصله وارد عمل شدیم، بررسی کردیم و وقتی متوجه صحت قضیه شدیم در عرض 6 ساعت تونستیم متهمان رو دستگیر کنیم. همینطور فرماندار شهرستان شوشتر هم اعلام کرد که خب این افراد، یعنی اون کسی که در واقع عمل رو انجام میداد، اون کسی که فیلم برداری میکرد و اون کسی که فیلم ها رو توزیع کرده، هر سه دستگیر شدن، به مقامات قضایی تسلیم شدن و کیفرخواست براشون صادر شده و در حال رسیدگی هستش. دادستان شوشتر هم تاکید کرد که هر کدوم از خانواده قربانیان، چه این 4 نفر چه اگر کسان دیگری وجود دارن، بهتره بیان و شکایت خودشون رو مطرح کنن تا دادستانی بتونه رسیدگی کنه به این موضوع. اما اون چیزی که خانواده‌های قربانیان رو نگران کرده و مکرر دارن در مورد صحبت می‌کنن این هست که این فرد قبلا هم سوابق اینچنینی داشته و دستگیر هم شده، به زندان هم رفته، منتها بر اساس در واقع تشخیص پزشکی قانونی او رو در بیمار روانی تشخیص دادن و در حالی که تشخیص دادن که بودن او در زندان برای سایر زندانیان خطرناکه، او رو آزاد کردن و به جامعه برگردوندن، گویی که مثلا خطری که برای زندانیان داره برای افراد دیگر تو جامعه نداره. این یکی از نگرانی‌های در واقع خانواده قربانیان هست که میگن خب با توجه به اینکه این فرد با این پرونده روانی که داره میتونه دوباره همونطور که قبلا تبرئه گرفته و به جامعه بازگشته، ممکنه این بار هم این اتفاق بیفته، به خصوص اینکه میگن خانواده پرنفوذی هم تو این شهرستان داره و از این نگران هستن که مورد انتقام گیری در واقع این فرد قرار بگیره. این خودش جای سوال داره. خانم میانجی، با توجه به زمینه کاری خودتون، اگر شخصی دچار مشکلات روانی باشه، آیا در جامعه میتونن اونو رها کنن و در بین مردم زندگی بکنه؟ ببینید، خیلی بستگی داره به اینکه اون مشکل روانی چی هست. در موردی به این جدی، خیر، ببینید مشکل روانی توجیه نمیکنه جرم رو. توضیحی ممکنه که برای یک جرم بتونه به ما بده، ولی توجیه نمیکنه. و اگر کسی در آنتی سوشال هست یا مشکل روانی جدی داره و توسط سیستم قضایی هم قبلا جرمی داشته، بازداشت شده و غیره، این حتما باید در تا زمانی که رفتار اون فرد قابل پیشبینی نیست، تا زمانی قابل کنترل نیست، باید تحت درمان باشه. حالا یا این درمان میخواد با توسط سیستم روانپزشکی اون قسمت در واقع کنترل بشه و مدیریت بشه، یا توسط پزشک قانونی مدیریت بشه، یا میخواد توسط سیستم قضایی و در همکاری با نظام روانپزشکی صورت بگیره. ولی به هر حال ما نمیتونیم بگیم چون یه فردی مشکل روانی جدی داره، پس این الان دیگه توجیه است برای اینکه توی جامعه را بره و به بقیه آسیب بزنه. متشکرم. آقای قاضیان، وقتی که تصاویر منتشر شد، خب موافق و مخالفان خودش رو داشت، همه به طور مختلفی به این قضیه واکنش نشون دادن، اما جدا از اون، انتشار چنین تصاویری چه تأثیراتی میتونه داشته باشه روی جامعه و روی اون کودکانی که قربانیان بودن در واقع؟
شاید چند عامل ما رو کمک کنه در این که بتونیم توضیح بدیم که ممکنه چه آثاری داشته باشه. یک عاملش طبیعتاً عامل ارتباطی است، یعنی اون بستری هست که این اطلاعات توش منتشر میشه، اینکه مردم چقدر از رسانه‌های اجتماعی استفاده میکنن. خب ما میدونیم که امروز از تلگرام و اینستاگرام خیلی زیاد استفاده میکنن، بنابراین احتمالاً با عده زیادی موضوع درگیر خواهد شد. اما فقط مسئله این نیست، به دلیل خصلت شبکه‌ای رسانه‌های اجتماعی ممکنه میلیون ها نفر این تصاویر رو ببینن اما چندین میلیون نفر دیگه هم نبینن، بنابراین در مورد گستردگی اثر باید کمی محتاط بود. اما در مورد اثر اجتماعی خاصی که پس از این قضیه ارتباطی میذاره، باید دو تا رویکرد جامعه رو در واقع جدا کرد، دو تا واکنش متفاوتی که جامعه یا بخش‌هایی از جامعه ممکنه به این موضوع نشون بدن. ممکنه که یک رویکرد تشویق‌آمیز و تحسین‌آمیز باشه، شجاعت طرف رو مثلا تحسین کنن که چنین فاجعه‌ای رو به بار آورده ولی از خودش فیلم و عکس رو هم گرفته و منتشر کرده. بعضا می‌بینیم که خورده فرهنگ لاتی اینا به عنوان یکی از عناصر شجاعت و تحور محسوب میشه. اما اگر این واکنش ها منفی باشه، از بوی اشمئزاز از این حرکت به مشام برسه و احساس بیزاری ازش شدت پیدا بکنه، خب میتونه تأثیرات مثبت و بازدارنده داشته باشه. بنابراین نحوه واکنش جامعه است پس از اون بستر ارتباطی که تعیین کننده اثری است که روی جامعه ممکنه داشته باشه. متشکرم. علی، شبکه‌های اجتماعی هم دنبال می‌کردی، این خبر رو دنبال می‌کردی، بیشتر واکنش‌ها کدام سمت بود؟ ببینید، از دو جنبه این قضیه مطرح شده بود. یک جنبه این که آیا اصلا روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و کسانی که دستن در کار هستن آیا کار درستی است که این مطالب رو در واقع منتشر کنن یا نه. موافقین معتقد بودن که در واقع انتشار این تصاویر منجر به این پیگیری شد و منجر به این دستگیری شد و این فضا رو به وجود آورد که در واقع متهمین دستگیر بشن، تحویل مقامات قضایی بشن و کیفر ببینن. اما مخالفان این قضیه میگفتن که باید توجه داشته باشیم که این افرادی که مورد سوء استفاده قرار گرفتن کودک هستن، یعنی در حال حاضر خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن که میخوان این اتفاق بیفته، این قضايا در فضای مجازی پخش بشه همه ببینن یا نه، و به نظر میرسه که حتی خانواده های اونها هم نمیتونن در به جای اونها تصمیم بگیرن، چون معلوم نیست که در آینده چه تأثیری بر روی این افراد وقتی بزرگ میشن و همه این چیزا توی فضای مجازی هست بر روشون میزه. زمینه که این اتفاق توی شهرستان کوچیک افتاده، تو شهرستان های کوچیک معمولا همه همدیگر رو میشناسن و این میتونه تأثیر خیلی مخربی در واقع بر روی روحیه بچه بذاره. از این جهت داره تو فضای مجازی روش بحث میشه و هر کدوم از این نظریه‌ها طرفدار سوال از خانم میانجی همینجا بپرسیم، از نظر شما این پخش چنین تصاویری چه تأثیری میتونه روی کودکان داشته باشه؟ بله، ببینید، ما اگر بیایم مثلا به قوانین کشوری مثل کانادا نگاه کنیم، به خصوص در مورد قربانیان سوء استفاده جنسی و به خصوص در مورد کودکان، وقتی هم میگیم کودک داریم زیر سن 18 سال رو میگیم، قوانین بسیار سختگیرانه ای در زمینه پخش هر گونه اطلاعاتی که اون فرد رو بتونه در واقع شناسایی کنه، من جمله عکس، اسم یا هر اطلاعاتی که به شناسایی هویت اون فرد یا خانواده اون فرد باشه وجود داره و کاملا ممنوع هستش. یعنی باید هر عکسی یا هر تصویری که هست فقط خیلی قفل و بسته‌بندی شده در دست سیستم قضایی قرار بگیره و نه و پخش نشه، و دلیل هم برای این کار وجود داره. همونجوری که همکارتون هم اشاره کردن، ببینید یه مسئله اینه که خب اون بچه رو این تصمیم گیری هیچ کنترلی نداره، حتی خانواده‌ای که داره در اون شرایط تصمیم میگیره که آیا یه عکس یا یه تصویر شکلی رو منتشر کنه یا نه، خودش از به لحاظ هیجانی در شرایط بسیار سختی هست اون خانواده، یعنی در شرایط استیصال هست، یک نقض، یک تعرض به حریم زندگیش و حریم خانوادهش اتفاق افتاده، به بچهش اتفاق افتاده، خشم پشتش هست، به خصوص اینه که سیستم قضایی بسیار ناکارآمد عمل میکنه توی این قضیه، بسیار سیاه و سفید عمل میکنه، یا اینی که دستور میاد، مثلا در رأس حکومت میاد میگه که کش نه
میزدین و میبخشن جمع جورش میکنن، یا اینی که میاد میگه اعدام کنین یا میگه اشد مجازات. یعنی ببینید نگاه بسیار سیاه‌سفید اینجا وجود داره که این نگاه سیاه‌سفیدی که در سیستم قضایی نسبت به در واقع متجاوزین یا کسانی که سوء استفاده جنسی میکنن وجود داره، باعث میشه که خانواده احساس استیصال کنه، احساس اینی که دستش به هیچ جا بر نیست، هیچ کمکی نمیتونه بکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. و اونجا ما چه گزینه‌هایی داریم به این خانواده میدیم که یکی از اون گزینه‌ها هم حالا پخش این تصاویر باشه که بعد اون خانواده بتونه تصمیم بگیره در شرایطی که به لحاظ هیجانی استیبل شده، کمک گرفته، مداخله روانشناختی اتفاق افتاده، بعد بیاد اون خانواده تصمیم بگیره که آیا این تصاویر پخش بشه یا نه. بعد تمام این مسائل کنار هم دیگه قرار بدیم و درسته که اطلاع رسانی خیلی مهمه، ولی اطلاع رسانی اگر که با حساسیت کامل و با توجه به پیامدهای بلند مدت پخش چنین تصاویری روی بچه‌ها، روی اون کسایی که خودشون قربانی این سوء استفاده هستن، روی خانواده‌شون، روی بچه‌های دیگه‌ای که هستن، یعنی مثلا اگر کسی هم می‌خوایم تصویر، یعنی قرار هست تصویر مثلا یه متجاوزی پخش بشه، تصویر در حالت رخ داده تجاوز نباید پخش بشه. این تصویر خب میتونه بر استفاده پورنوگرافی داشته باشه. حساسیت خیلی زیادی اینجا ما لازم داریم و آموزش زیاد لازم داریم در مورد اینی که اول اینی که باید به خانواده‌ها گزینه بدیم، کمک کنیم برای اینی که از اون حالت خشم، از اون حالت هیجانای سختی که توش هستن بتونن یه کمی بیرون بیان و بعد تصمیم بگیرن در مورد اینی که آیا تصاویری در مورد بچه‌شون پخش بشه یا نشه. و اینی که خب اصلا در مورد بچه حتی خانواده هم در مثلا کشوری مثل کانادا اصلا جایی نداری بخواد اجازه بده که تصویر پخش بشه یا نشه. متشکرم آقای قاضیان، نظر شما چیست در این رابطه؟ اون خانواده در چه شرایطی قرار میگیره که خودشون درخواست میکنن که این عکس ها رسانه‌ای بشه؟ خب اونا میخوان رسانه‌ای بشه چون دیدن که شیوه های دیگه برخورد با این آدما فایده‌ای نداشته. اونا ممکنه که به حقوق کودک، اینکه اونا نسبت به کودک چنین حقی ندارن که برای آیندهش تصمیم بگیرن واقف نباشن و حس انتقامی که به دلیل رخداد فاجعه آمیزی مثل این قضیه براشون پیش آمده باعث بشه اونا تصمیمات بگیرن که لزوماً به سود مصالح کودک نیست. اما در این حال شاید اونها هم به نظرشون برسه که چاره دیگه‌ای نیست و شاید از طریق فشار اجتماعی که از طریق پخش و گسترش اینجور تصاویر ایجاد میشه اونها بتونن مجرم رو تحت فشار قرار بدن، مقامات قضایی رو تحت فشار قرار بدن تا در مورد این عمل اقدامی انجام بدن. آقای قاضیان، یعنی شما فکر میکنید خود خبر تجاوز به کودکان مثلا در شوشتر کافی نیست برای اینکه توجه ها جلب بشه و بخوان مسئولان در موردش کاری بکنن؟ این بخشش برمیگرده به تفاوت تأثیری که ممکنه تصویر و گفتار روی ما بذاره. خب ما سالهاست که اخباری از این قبیل رو میشنویم، ولی احتمالاً شما کمتر برنامه گذاشتید وقتی که ما شنیده این چنین چیزی رو. اما حالا که تصاویرش رو میبینیم، شما هم به عنوان رسانه تشویق شدید که راجع به این موضوع حرف بزنید، چون احساس میکنید که واکنش‌ها بیشتر از معمول بوده. پس نشون میده تصویر تأثیر بیشتری داشته و اگر این تأثیر در جهت اشمئزاز و بیزاری از این چنین حرکتی باشه و جامعه رو به سمت اقدامات مثبت و ایجابی برای جلوگیری و بازدارندگی وقوع چنین اتفاقاتی برونه، خب این تأثیر مثبتی بوده، گرچه خود تأثیر مثبت ممکنه با پیامدهای ناخواسته منفی خصوصا برای اون کودکان و برای آیندهشون همراه باشه. متشکرم از شما. خانم میانجی، خیلی از کاربران به نکات خوب دیگه هم اشاره کرده بودن، به طور مثال به نقش آموزش در کاهش چنین مسائلی اشاره کرده بودن که گفته بودن که چرا آموزش خودمراقبتی جنسی به دانش آموزان در مدارس فراموش شده. واقعا آموزش چقدر میتونه نقش داشته باشه؟ نکته خوبی رو دارید بهش اشاره میکنید. ببینید آموزش قدم اوله، مهمترین قدمی که ما میتونیم برای پیشگیری داشته باشیم و از سنین خیلی پایین، یعنی اینی که اون بچه بتونه بدونه که حریم بدنش چی هست، چه کسی مجاز هست با بدنش تماس داشته باشه، چه کسی مجاز نیست، چه نگاهی، چه کلامی. و الان باید خیلی ورای این بریم به خاطر اینی که به هر حال ما داریم تو دنیای زندگی میکنیم الان که بچه‌ها همه به اینترنت دسترسی دارن، به تمام سوشال مدیا
و فضای مجازی دسترسی دارن، یعنی فقط هم این اتفاق در حضور یک فرد، ممکنه حضور فیزیکی یک فرد براشون ایجاد نشه، از طریق مثلا سکس چت ایجاد بشه. بچه باید آموزش ببینه و این آموزش رو توی مدارس و آموزش که به والدین داده میشه که اصلا با بچه چطوری در مورد بدنش، در مورد اینکه چه چیزی درست هست چه چیزی درست نیست صحبت کنن و این امنیت رو به بچه بدن که بتونه به پدر و مادر یا به معلم یا به بزرگتری که هستن اعتماد کنه که وقتی که یک اتفاقی براش میفته بتونه بیاد بگه. به خاطر اینکه مسئله که تو تعرض جنسی وجود داره اینه که اون فردی که متجاوز هست شرایط رو ایجاد میکنه که همیشه تقصیر رو گردن اون قربانی میندازه، تهدید میکنه و به شکلی شرایط رو ایجاد میکنه که اون بچه یا اون فردی که قربانی تجاوز جنسی هستش احساس اینه که خودش دخیل هست در این قضیه و سهم داره و تقصیرش هست و احساس گناه داره در این قضیه رو داره. خب این باعث میشه که در قدم اول خود اون بچه اصلا ترس از این داشته باشه که بیاد به خانواده بگه. اینها در همه در اون آموزش مسائل جنسی از سنین پایین هستش گنجونده میشه، ولی متاسفانه هر موقع در مورد آموزش مسائل جنسی در جامعه ما صحبت میشه سریع منحرف میشه، موادش منحرف میشه و کل ماجرا بسته میشه من جمله اون پایه های اصلی در واقع آموزش محافظت از خود. متشکرم از شما، بخش زمان بسیار کوتاه. در آخر آقای قاضیان، مسئولیت اجتماعی افراد وقتی با چنین عکس‌های مواجه میشن چیه؟ آیا اجازه دارن اونها رو به اشتراک بگذارن یا اینکه نه بهتر این کارو نکنن؟ موضوع واقعا پیچیده است این موضوع، چون دو تا جنبه رو باید در کنار همدیگه ملاحظه کرد. یکی مسئله آزادی بیان و دیگری خیر عمومی که ممکن از طریق آزادی بیان به بار بیاد و از طرف دیگه مسئله حریم خصوصی افراد هست، به ویژه کودکان که خودشون در سن نیستن که بتونن در مورد حریم خصوصیشون تصمیم بگیرن. این سه تا جنبه رو وقتی کنار هم قرار میدیم، یعنی اون جنبه عمومی مسئله و این جنبه خصوصی مسئله که خود جنبه عمومی هم تو که عرض کردم دو خودش دو بعد متفاوت داره، موضوع رو خیلی پیچیده میکنه و به نظر من نمیشه حکمی کلی در این مورد داد. هر مورد خاص رو باید بررسی کنه، کسی که میخواد منتشر کننده اصلی باشه و منتشر کننده های ثانویه، که ببینه آیا خیر عمومی در اینجا بر منافع خصوصی میچربه یا خیر که موضوع واقعا پیچیده است. ممنون از شما، وقت این برنامه به پایان رسید. ممنونم از مهمانان این بخش، حسین قاضیان، فهیمه میانجی و همکارم علی شیرازی که در استودیو همراه من بود، و ممنون از شما که همراه ما بودید. هر چهارشنبه در چشم‌انداز به مسائل زنان میپردازیم. بعد از هر برنامه شما تکرار رو در روزهای پنجشنبه و جمعه میتونید ببینید و در وبسایت ایران اینترنشنال هم قرار میگیره. تا چهارشنبه و برنامه دیگر، خدا نگهدار.